یکی از مشکلات اصلی ما با آیفون پر شدن حافظه پنهان و مشکلات نرم افزاری که خیلی خیلی آزاردهنده است. ولی امشب بهتون یاد میدم که چجوری این مشکلات نرم افزاری رو با آیتونز حل کنید و از این به بعد گوشتون رو با آیتونز آپدیت کنید. سلام دوستان، به ویندی اپل خوش اومدید. من فرزاد شهریاری هستم و امشب میخوام بهتون آموزش ریستور کردن گوشیتون رو با برنامه آیتونز بهتون آموزش بدم. خیلی وقت برامون پیش میاد که گوشیمون دچار مشکل نرم افزاری شده. مثلا روی برنامه کلیک میکنیم آپشناشو بالا نمیاره، یا اینکه روی برنامه کلیک میکنیم و از برنامه میپره و خارج میشه. این مشکلات به خاطر اینه که گوشیتون درست آپدیت نشده. پس بهترین راه برای آپدیت گوشیتون آپدیت کردن با وای فای و نت گوشی نیست، فقط آپدیت کردن با برنامه آیتونزه که امشب میخوام آموزش ریستور و آپدیت کردن با برنامه آیتونز رو بهتون یاد بدم تا دچار مشکل نرم افزاری نشید. آداش یادم میرفت، حتی پر بودن حافظه پنهانتونم از بین میبره. خب دوستان، اولین چیزی که نیاز داریم برنامه آیتونزه که لینک دانلودش رو توی کانال تلگرامم میذارم. بعدش سافت‌ویر گوشیه. برای دانلود سافت‌ویرش هم کافیه وارد مرورگرمون شیم و وارد سایت ipsw.me بشیم. بعد از اون مدل دیوایسمون انتخاب میکنیم، مثلا من آیفون 7 GSM روش کلیک میکنم و دانلودش میکنم. خب سافت‌ویر گوشیمون رو دانلود کردیم، وارد برنامه آیتونز میشیم. آیفونمون رو با کابل به سیستممون وصل میکنیم، پسوردش رو میزنیم و روی تراست کلیک میکنیم. خب تو این قسمت میبینیم که آیکون گوشیم اومد بالا، روی کنتینیو کلیک میکنم. دوستان، شما قبل از اینکه بخواید گوشتون رو ریستور کنید حتما قبلش باید ازش بکاپ بگیریم. بکاپ گرفتنم خیلی ساده است، کافیه روی بکاپ کلیک کنیم، صبر میکنیم تا این نوار کامل پر بشه. چون چیز زیادی توی گوشیم ندارم، بکاپم رو سریعتر میگیره. خب بکاپ من گرفته شد. یکیش مربوط به آیکلوده که آیکلودتون رو بردارین، بعد گوشتون رو ریستور کنید. دومیش هم مربوط به فیلتر شکنه. حتما باید یه فیلتر شکنه خوب داشته باشین تا توی آپدیت کردن به مشکل بر نخورید. نکته بعدی هم که باید بهتون بگم اینه که آخرین آپدیت رو باید دانلود کنید تا بتونید اونو با سیستمتون ریستور کنید. چون احتمال داره اگه آخرین آپدیت نباشه وسط کار بهتون ارور بده. خب وی پی ان ام رو وصل کردم. روی دکمه شیفت کلیک میکنم و دستم رو روش نگه میدارم و روی ریستور آیفون میزنم. خب فایل سافت‌ویری که دانلود کرده بودم رو روش کلیک میکنم و روی ریستور میزنم. این پروسه یکم طولانیه، ممکن از 1 ساعت تا 3 ساعت زمان ببره، اما خب باز خیالتون راحت میشه که گوشیتون دچار مشکل نرم افزاری نمیشه، یا حداقل کمتر دچار مشکل نرم افزاری میشه. خب عملیات ریستور کردنش داره تمام میشه و داره گوشیمون رو آپدیت میکنه. خب اینجا روی کانتینیو کلیک میکنیم. اگه میخواین گوشیتون رو بدون بکاپ بیارین بالا، روی گزینه ستاپ از نیو آیفون کلیک کنین. اگر میخواین با بکاپ بیارین، روی ریستور فرام دیس بکاپ کلیک میکنیم و کانتینیو رو میزنیم. الان داره بکاپ رو ریستور میکنه و چیزایی که بکاپ گرفته رو به گوشی برمیگردونه. خب دوستان، با هم دیگه یاد گرفتیم که چجوری با برنامه آیتونز گوشیمون رو آپدیت و ریستور کنیم تا مشکل نرم افزاریش حل بشه و کمتر دچار مشکل بشه، و همینطور یاد گرفتیم چجوری از گوشیمون بکاپ بگیریم و بکاپ رو به گوشیمون مجدد برگردونیم. موفق باشید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و به کارتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارین، لایک و کامنت زیر پست فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.